Kadon. Çan kilometr? Nöhinim kilometr. Hadi abu magam nöhinim kilometr. Kadon sol kişide bile tam? Ne kadon sol ya abu abi şilan kişide di. Çan sol şut şilan yok. Abu abi ha. Razım. Az hemince hemince. Koşanı gücü gav gücü ha. Zindagi boqist yoron meravand dar shumori beshumoron meravand zindagi boqist yoron meravand dar shumori beshumoron meravand nomdore tobi poyam dertar az jahon bas nomdoron meravand Nomdore tobi poyam dertar az jahon bas nomdoron meravand kokule khandan barui oshiqe ziguliston gul uzoron meravand ziguliston gul uzoron meravand zindagi boqist yoron meravand در شماری به شماران می روند آرزو مندان بیادی روزی نیک روزی برف و روزی باران می روند آرزو مندان بیادی روزی نیک روزی برف و روزی باران می روند عاشقان و شاعران مثل من در ردیف صد هزاران می روند عاشقان و شاعران مثل من در ردیف صد هزاران می روند زندگی باقیست یاران می روند در شماری به شماران می روند نام داره تا بی پایم دیرتر از جهان بس نام داران می روند از جهان بس نام داران می روند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وسبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله امين تلاوت قران حلاوت ایمان گذشتگان همین منزل و مکان خصوصا بر حضور منور صاحبانه عالی است Cemi peygamberi sahabalarını, çor yavrularımızı, aziz ve avliyalarımızı. Ve sallallahu teala khayri khalqi Muhammedin ve alihi ve sahabi ecmeyin. Bir rahmetin ya rahmet. Hem canını panem yok ama gayb ne zaman? Hem canı bu omada koyu meşan. Akol, akol kalonuşun navangi gidelim ama. Dodara şu an ince bak, kuara şu an ince bak. زرنگ مزار است میدید؟ کاشانه یکی از قدیمترین دهه‌های وادی زرافشان میباشد. چهار قبرستانی که در اطراف دهه هست دلیل آورده موسفیدان دهه میگویند زیاده از هزار ساله تاریخ دارد. در اطراف کاشانه مزارهای بزرگ هم وجود دارد. یکی از این زیارتگاه ها مزار غایب عطا میباشند. با یک روایت آنها زیاده از هفت اکا و دادر بودند. از آن جمله چوپان اتا، نور اتا، سید اتا، وقاص اتا، مزار اینها در سمرقند جایگیر است. در زمانهای یاو و یاویگری وقتی که ظالمان غایب اتا را تعقیب میکنند، این شخص آمده در کوه کاشانه غیب میزنند. در جایی که غایب اتا غیب میزنند یک توده خاکی هست تا این دم جای مقدس برای مردم دهه کاشانه به حساب میرود. و در همون جایی که غایب اتا غیب میزنند قبر علابخان توره هم وجود دارد. علابخان توره هم از ارگود آمده و در همون جا وفات میکنند. در زمانهای پیش در دهه کاشانه بیک ها نیز عمر به سر بردند که حالا جای نشست آنها بیک جای کلانی و بیک جای خوردی نام دارد. بیک ها عسکرهای خود را داشتند که یک موضع هست با نام عسکر تپه.
از کارتپا در بلندی از دریای زرافشان به مساحت 3000 متر بلندی جایگیر است. گویا عسکرها از بلندی ایستاده بکها را محافظت و اطراف را نظارت میکردند. در زمانی که بکها زندگی کرده اند، در همون وقت هنرهای مردمی نیز اوج یافته بوده است. کلالگران، تنورگران، هر گونه استوها نیز در همونجا سکونت میکردند. استوها از گلی سرخ، کوزه، پیاله، کاسه، تنور، چاینک و هر گونه اشیای روزگار می ساختند. بک ها با مقصد آبیاری کردن زمین ها استوها را وظیفه دار می کنند که از گل قبرها یعنی تربچه ها سازند. استوها باشند چگونه ای که فرمایش گرفته بودند تربچه های می سازند که درازیش 50-60 سانتی متر، دیامترش 9-10 سانتی متر، یک طرفش باریکتر و طرفی دیگرش غصبتر می باشد که درون به درون یک دیگر می درآیند. به همین طریق تروبه می سازند که زیاده از 4 کیلومتر درازی داشت و زمین های بگجا را با همین وسیله آبیاری می کردند و خود مردم و عسکران نیز از همین آب استفاده می بردند. تا به سالهای نزدیک این تربچه ها همچون یادگاری از دوره قدیمه در خانه های مردم یافت می شد. در منطقه بگجا حالا هم شکسته های کوزه، چاینک، پیاله و بعضی محصول دست استوها یافت می شود. در دوره های پیش از سنگهای که و از چویان، از سفال برای استفاده روزگار ظرف ها می ساختند. حالا با نام چویان لوک جایش باقی مانده است. در آنجا حالا ریزه های چویان و سفال پاره ها بعضاً به چشم می رسد. تو بخش تو برفته گی؟ خریبیم کروب یک خیلی باشه. میگی موبایم یک وی جری بلنده است. همون در بیشمیده این تقدش که این تقدش تا همین مزارات ها اما کشتی قروب را زمین شده است لبای باهنگر خانه در تاریخ کاشانه همین کارخانه همین استخانه نبود من یکمین بار یکمین بار شده که پدرم آهنگر بودن دکان نامشان چی بودن؟ پدرم نامشان حیدر خصوصان و حیدر خور بودن همون که ساخته بودن این سوال؟ نه پدرم آهنگر بودن دکان نداشتن دکان استخ اسمان شرچه کار میکردن و من همین کسب پدری ها دوام داده همین استخانه خودم ساخته و کار در آورده هر خدمت خلقه کرده ایسا حاضر همون محصولات های میساختگیتون طلبات هست نه حالا؟ طلبات هست چی ها میسازد؟ من تمام چیزی همون روزگار خوشگی میسازم چیزی که در کار هست میسازم نال اسب، نال خر نال های خر، هر خیل رزمیر من میخش من همین سو من همین تیشه من با دست خودم ساختگی من همین تیشه من خودم با دست خودم ساختگی من من تبر هایی که من قدیم تبر مسلمانی میگم تبر مسلمانی مثلا من تبر ساخته دوستم ساخته میفروشم دوست من میتین من میتین یکی مثلا من همه خیلی چیزایی که اره من این ریسار مسکویش مثلا من این کهنه از دیگه وای کرده ایم هست سیاچین کرده ساس کرده ایم هست من خودم وای اختصاصم سوارشید قریب 30 سال است که های سوارکا میکنم من دیگه قشلاقا همسایه قشلاقا رفته کار کردم محصول مهنتتون رو در دیگه کشتودک بسیار میبینم دو خوبکا من لیسنس هم سال سینب گویا های دروازه تخه تمام چیزی که همه در کارت من دستم اومدگیش میسال ها زندگیتون همین سال من؟ زندگیم نه خوب اپشت همین دکانه خواه خوبا با شکر که نانی داری خانه نانی داری خانه خواه رویداز خواه اپشت همین من همین دکانه من خواجگی روزگار من بایک پای دستم سلامت باشید با من کرد خواه اگر ممکن باشد مثلا من صدای یادگاری های قدیمه هم من ساخته که برای یادآوری برای یادگاری من اینا اصلا ساخته بودم رفتم به شرایط نشد خواهید من این شمشیری که من در جشن سراز بردنی بودم اما بستب که میگویم تقدیر نکر شاگرد دارید؟ شاگرد دارم شاگردم شاگرد اساسیم پسر خوردیم بود اسرائیل و در این حال در جمهوری ازبکستان و همیشه خانه دار شده که فقرهای ازبکستان در سمرقند زندگی میکنند دو فرزند دارد در این حال شاگردم پسر کلانه هم که وای حاضر در مهاجر رفت یا سیر شد مهاجر رفت خیلی
عموماً دارد. نه، الحال ها شاگردم که فرزندای خدا. تمام شاید من کی گوجه زکاس کنه درفتا میگیره. های آدما میبینن چه زکاس میکنن، با من خودم چیزی که میسازم بازار میبرم میفروشم. کسی چیزی گویا ساخته میتیم. سلامت باشید. اصلا کوههای کوشانه رو ترجم سوی میگویند. و در کوههای کوشانه چشمه ها نیز وجود دارد. این چشمه ها با نام های قش بلوغ، قینر بلوغ، تال بلوغ، خال مراد بابا بلوغی، مزار بلوغ و دیگر چندین چشمه ها وجود دارد. حالا باشند مردم دهی کوشانه 9.5 کیلومتر آب چشمه های کوههای بلند دههشان را و دهه همچون آب نوشاکی با تربه های پلاسماسین آوردگی هستند. نام های منطقه های کوهی دهی کوشانه چقرقوتان، سیریستان، کم، توی یوتگان خام، پودا یوتگان، قش بلوغ، کاروگلو کوتان، قرو کوتان، کاتا بگجو، کیچیک بگجو یعنی بگجوی کلونی و بگجوی خردی، یانگیر، یک کارچا، مزار زرنگ، گلگون، اولیمبوی، اخچقیل، شوماتوی قشلوغی، اسکار تپا، قرغز یورتی، خولوچگان، سعدی بولگان، یخدون، توروق، فرکلوک نو، دونباق قوتان و دیگر چندین نام ها وجود دارد. مردمی دهی کوشانه بسیار مردمی زحمتکش بوده، از قدیم مهماندار و مهماندوست بودند. در دهی کوشانه چندین مهمانخانه ها وجود داشت. از همین سبب باشد که نام دهه را کوشانه نام نهادند. یک زمان ها راه اساسی برای مردمی راه گذر از دهه کوشانه بود. مسافران منطقه های سمرقند و بخارا، مردم مسچاه و عینی با بازار و تجارت رفت و آمد میکردند. دهه کوشانه برای راهگذران منطقه بود که شبها دم گرفته و در مهمانخانه ها آرام گرفته روزی دیگر راه را ادامه میدادند. در دهه کوشانه بسیار انسان های نامدار و مهماندوست و عاقل و دانا گذشتگی هستند. این چنین یکی از آنها صوفی قاسم بای و خال مراد بابا میباشند. صوفی قاسم بای فصل زمستان برای عذاب نکشیدن مردم برفای دو طرفی راهی دهه را تازه میکردند و تابستان مردمی کوشانه و ترک های غوسر بلایلاخ کوشانه آول میبرآمدند. صوفی قاسم بای دو کوزه داشتند. بیگاهی یک کوزه آب زرفشان را وقتی آول رفتن برده تگی یک کارچه میگذاشتند و وقتی که از آول برمیگشتند از آب چشمه یک کوزه دیگر آب را آورده در تگی همون یک کارچه مونده و کوزه خالی را باز به دهه میفرآوردند. این را به آن خاطر میکردند که وقتی آول روی در همان منطقه آدم ها دم میگرفتند و تشنگی خود را رفع میکردند با کوزه انا همین شخصی سخاوت پیشه. در کوههای کوشانه تمام نمود گیاه های شفابخش وجود دارد، از آن جمله هزار اسپند، ریوچ یعنی چکری، خوریج، سرپیوز، سوچ، حلوای بیخی، زیره و چند نمودی دیگر وجود دارد. همه همین معلومات هایی که ما پیشکش شما نمودیم به شرافت برادری عزیز دامالله آی محمد به دست آوردیم. و این چنین نگفته نماند که از سبب آنه که سرپرست امروز برنامه ما برادری عزیز توشف ازاغبای که هستند، میخواستم کمکک در برای شما معلومات داده باشم و با همین با شما خیر خوش میکنم. خدای قلزاده ازاغبای ابوبکر 16 اپریل سال 1993 در شهر پنجکن جماعت دیاتی رویدیکی دهی کوشانه در اویلی دهقان به دنیا آمدند. سال 2000 در مکتب میانی تحصیلات عمومی رقم 9 دهی کوشانه در صنف 1 داخل شده سال 2009 ختم کردند. یکم سپتامبر سال 2010 آموزشگاه طبی شهر پنجکن به نام ابوعلی ابن سینا وارد شده 6 اپریل 2013 ختم نمودند. 9 اپریل سال 2017 کاتگوری 3 طبی کات شهر پنجکن داخل شده 10 اپریل سال 2017 ختم نمودند. 18 می سال 2017 مرکز تعلیمی کلونسولانی تاجیکستان داخل شده 19 می سال 2017 ختم نمودند. از 19 سپتامبر سال 2014 تا این جانب همچون مدیر خانه سلامتی دهی کوشانه کار و فعالیت می نمایند. در رفتی صحبت با ازوبوی معلوم گردید که نقشه و نیت ها دارند که خانه سلامتی دهی کوشانه را از نوسازی و برقرار و پیشرفته گردانند. من از مردم دهی کوشانه احترامان خواهش میکردم که در بر همین گونه جوان مردان باید باشند، دستگیری کنند، همراهی کنند و برای آبادکاری و بنیادکاری وطنی خیش، دهی خیش سهم ارزنده خود را گذارند. حتما با زابای در این مسئله همکاری کنید، همراهی کنید، همصحبت شوید که چی نقشه ها دارند، چی مرام ها دارند. حتما تنها نگذاریدشان، زنده و سلامت باشید. و در آخر گفتنی هستم که در این جایی که میبینید آواز شمال بود آواز که نیست، میخواهم که گفته باشم که در کانال ما عضو شوید، نوارهای ما رو تیتو پریشان کردن کمک کنید
و فکرهای خودتان رو در زیر کامنتر نویسید که برنامه ما لازمی بود، نالازمه بود، باز با کدام پهلوان ها، باز با کدام دهه ها رفتن ما رو در زیر کامنتر نویسید. ما تا حد امکان با شرایط و وقت مساعد آهسته آهسته یک به یک خدا خواهد خواهش های شما رو به اجرا خواهیم رساند. پناتون به خدا، خودتون رو احتیاط کنید، در پناه خداوند یکه و تنها باشید. خدا کند که در وطن ما صلح و ثبات، آسایشتگی، آسمان صاف و بی‌غبار حکم فرما باشد و ما به ممانعت در کوههای تاجیکستان عزیز سیر و سیاحت کرده باشیم. و یک خواهش دیگر داشتم که همون کمبودی ها و ایراد هایی که در فکر شما است به ممانعت میتوانید در کامنتار نویسید برای اصلاح شدن ما، برای خوبتر و خوبتر گشتن برنامه ما. خدا حافظ تا برنامه های آینده. هیچگاه فراموش نکنید که نوار بردار هستم، عکس بردار، در توی مرکه و در جشنواره های مکتبی و خلقی خدمت میکنم. حتما خدمتی همین گونه خدمت رسانی که شد مراجعه کنید، از تحت دل جان خدمت شما را برآورده خواهیم کرد. خیر.